همکارم امان فرهنگ از کابل با ماست. امان روزت بخیر. بیشتر بگو در مورد گفته‌های مکنزی و اینکه حالا چقدر ارتش افغانستان نیازمند حملات هوایی هستش. خب آقای مکنزی گفته که طالبان با حملاتشان تلاش میکنند که یک حس ناچاری را در برابر شان ایجاد بکنند و نیروهای امنیتی افغانستان را ناچار بکنند تا منحو عقب نشینی بکنند و مانند که حالا در اکثر ولایت‌های افغانستان طالبان در حال پیشروی است بتونند مناطق بیشتر را تصرف بکنند. اما آقای مکنزی گفته که طالبان دچار اشتباه شده و این فکرشان و این تصمیمشان که حالا فکر میکنند که با این رویکرد میتونه دولت افغانستان را سقوط بده کار اشتباه است. او گفته که حالا نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به حمایت هوایی نیروهای خارجی و امریکا داره و حمایت میکنن. آقای مکنزی قبلا هم در زمانی که خروج آغاز شده بود و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان پس از پایان خروج هم نیاز به حمایت هوایی نظامیان امریکایی است و اگر نیروهای امنیتی افغانستان حمایت نشود ممکن است که فرو بپاشه و دولت افغانستان سقوط بکنن. حالا تلاش میکنن که بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان رو روحیه بده. دیروز در قندهار که خواستگاه اصل طالبان هست و یک پایگاه مهم امریکایی هم در قندهار بود، جنگ شدید جریان داشت و مقام های محلی میگن که بیش از 22 هزار خانواده در قندهار از خانه هایشان آواره شدند و جنگ شدید جریان داره و طالبان در اسپنبلدک دست به نسل کشی و قتل عام زدند. هرچند طالبان این ادعاها را رد کردند و حکومت افغانستان هم میگن که طالبان حالا روی کرد جنگی در پیش گرفته و حاضر نیست صلح بکنند. به همین خاطر خواستشان این است که طالبان امریکا باید به حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدهند. اما واکنش دولت افغانستان و طالبان چه بوده؟ آیا گفتگوهای صلح متوقف شده عملا؟ خب گفتگوها از چندی به این سو تقریبا متوقف است. هیچ گونه نشسته که حالا بتونه یک نتیجه داشته باشد، از گفتگوها پیشرفت داشته باشد در دوحه نیست. هرچند نشسته که چند روز پیش سران طالبان و حکومت افغانستان در دوحه داشتن هم نتایجی نداشتن که حالا حداقل منجر به آتش بس و یا هم چیزی که خواست حکومت افغانستان است و یا خواست طالبان که رهایی 7000 زندانی این گروه است منجر نشد. حالا دولت افغانستان خواستش این است که این کار امریکا در واقع همکاری و خواست مردم افغانستان است و حمایت نظامی امریکا و حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان در واقع خواست مردم است که حالا زیر حملات شدید طالبان در بخش‌های زیاد افغانستان قرار گرفته. ریاست جمهوری افغانستان نو وقت دیروز با نشر یک اعلامیه از دیدار رئیس جمهور غنی با آقای مکنزی گفت که بحث‌های بسیار عمده و اساسی صورت گرفته در دیدار آقای غنی با مکنزی و گفته شده که حمایت نیروهای امنیتی افغانستان و حمایت مالی یکی از بحث‌های اساسی بوده و وضعیت جاری صلح هم موضوعات بودند که دو طرف بحث کردند و تلاش میکنند که نیروهای امنیتی افغانستان همچنان حمایت هوایی و نظامی امریکا را داشته باشد. طالبان هم چند روز پیش که اعلام شد که امریکا طالبان را در قندهار و هلمند هدف حمله های هوایی قرار داده واکنش تندی داشت. طالبان میگن که این کار امریکا و عملات هوایی ادامه عملات هوایی امریکا نقض توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان است و این اقدام امریکا بدون واکنش نخواهد ماند و هشدار داده که این نشانه این است که نه امریکا و نه حکومت افغانستان مایل به صلح است و این گروه به جنگ ادامه خواهد داد و هرگز تا زمانی که خروج تکمیل نشه و هر سرباز خارجی که در افغانستان باشه و یا در برابر این گروه حملات داشته باشه تلاش میکنن که جنگ بکنن. حالا یک نگرانی کلان این است که حالا طالبان بیشتر نقاط را در دست گرفته و اگر این چنین حملات هوایی امریکا در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داشته باشه طالبان بیشتر تلاش میکنن که جنگ بکنن و نقاطی که اونا زیر تصرف طالبان هست وضعیت زندگی مردم خراب میشه و مردم نمیتونن که از هیچ گونه امکانات صحی و امکانات خدمات عامه و آموزشی بهره ببره. یعنی که نگرانی کلان است که حالا انتقادهایی است که دولت افغانستان باید تلاش بکنن که روند بازپسگیری ولسوالی ها را در دست بگیره و دیگر نمونن که طالبان بیشتر از این در نقاط پرجمعیت و نقاط بزرگ شهر نزدیک شوند. بله متشکرم امان فرهنگ خبرنگار ما از کابل.